تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور. گر هر نفس را تو شماری رمضان، گر هر نفس را تو شماری رمضان، هرگز نرسد از تو گزند و جهان. اصل رمضان نخوردن و خوردن نیست، از نفس گریز است نه از خوردن نان. الهی گر خواهی شادم گردان و اگر خواهی ناشادم. من طالب رحمت تو هستم و بنده درگاه عظمتم. ای حضورت در همه جا و ای سخایت بر سر ما، تو در همه جایی و این کوری من است که تو را فقط در کتاب ها می جویم و به خود فرو نمی روم تا تو را یاد. تو در یک قطره باران آیات رحمتت را بیان نموده‌ای و من دنبال پیغمبرم. تو خورشید را در ذره پنهان نموده‌ای و من تو را در چوکات ادیان در تکاپویم. بارها بزرگی تو را بر دوش دارند و بارها هستی تو را در آغوش، و این پستی من است که هستی تو را در هستی ها نمی بینم. و برای شناخت تو گوش و بندگان تو می دهم. الهی ناشاد را شاد گردان و از چشمه رحمتت آب حقیقت را بر کام تشنگان حق فرو چکان. گم کرده راه را براه آر و از ابر گهربار مهرت مهر و عشق و محبت را در دلم زنده کن تا گرد کعبه دلها گردم. مرا به کعبه خاک و گل چکار؟ گرگ نفس من تا زنده است اگر تیغ بر گلوی حیوان می گذارم برای این گرگ است نه برای تو. عید من روز است
که این گرگ را فدای تو کنم. آره، و دیو نفرت را فدای عشق. روزه 30 روز است. در این 30 روز اگر بتوانم از جاده ذلت به جاده همت قدم نهم، بنده آزاده درگاهت خواهم شد. دوستان عزیز را سلام عرض می نمایم و امیدوار هستم تا این دم که امروز 21 ماه مبارک صیام است، با دین و قوت ایمان شما ای 21 روز را یا 20 روز قبل را با سرفرازی سپری نموده باشید و از خداوند بی نیاز متمنیم که عبادات شما را مورد قبول خیش قرار دهد و عفو گناهان بندگان ناتوانش را بنماید. دوستان ارجمند، امروز 21 ماه مبارک رمضان است و در این روز ما مهمان گرامی داریم، جناب دکتر سید جواد سجادی، دانشمند گرامی، دانشمند عزیز که واقعا ما به گفتارشان و اعمال و رفتارشان سخت عقیدمند هستم و ایشان را ارج می گذارم و دوستشان دارم. امروز باعث زحمتشان شدیم، با ای که منزلشان دور است و روز بدهان تشریف آوردند و نخست بر همه بایست از جناب نبیل غمین مسکینیار سپاس فراوان نمایم که این روز را و این ساعت را برای ما لطف کردند، یعنی عطا نمودم تا ما بتوانیم جناب دکتر سجادی را در کنار خیش داشته باشیم. برای این که دکتر سجادی روز پنجشنبه ساعت 1 که هم نمازشان و هم روزیشان قصر می شود، اینا آمده نمی توانستن. بنابران ما امروز خلاف عادت یا خلاف پروگرامای قبلی روز چهارشنبه ای برنامه را به تجلیل نشستیم که ما یعنی شبهای قدر است، شبهای بسیار مهم و بزرگ است، از این سبب ایشان را دعوت کردیم. آقای مسکینیار، از شما بی نهایت اظهار سپاس دارم. دهان بروزه و در این ماه مبارک رمضان، در این شبهای قدر برای شما موفقیت بی پایان تمنا دارم و هرانچی آرزویتان است خدا برآورده بگرداند. شما بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. شما می دانین که تشریف آوری شما چقدر باعث خوشنودی ما و بینندگان عزیز می گردد. بزرگوار هستم، خیلی ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على جميع انبیاء الله و رسوله، سیما سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الغر الميامين الأجمعين والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. بنده بنابه خود محضر شما خواهر بزرگوار و برنامه ساز موفق و فرهنگی توانا
و همه عوامل محترم تلویزیون آریانا افغانستان، برادر گرامی من جناب عظیمی صاحب در اینجا و همه بینندگان محترم و گرانقدر، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت دارم محضر همه دوستان، همه شما خوبان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. ماه مبارک رمضان، ماه سراسر برکت و رحمت و غفران و رضوان الهی را محضر شما و همچنین تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز شهادت امام عدالت و راستی شهید محراب حضرت امیر المؤمنین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیه السلام را به محضر همه شما شیفتگان راه حق و عدالت و آزادی. امیدوار استم که در پرتو این برنامه وزین روزانه بتوانم لحظات را در محضر شما مایه آرامش باشم انشاءالله تعالی. بفرمایید. لطف کردین، ممنون شما. شما که هم از خانواده پیامبر هستین، از سادات هستین، قوم سادات هستین، هستیم، ولی من در قدم نخست میخواستم که جویا شوم از شما بزرگوار که قدر چی هست و حضرت علی که شیر خدا نام دارن، شای اولیا نام دارن، لقب دارن و بسیار القاب دیگه هم دارن، ولی چرا اینا ضربت شمشیر اینا را از بین میبره؟ کی دشمن از اینا بود؟ چرا این اتفاق افتاد و قدر چی مانا داره؟ محضر شما یک نکته را عرض کنم قبل از صحبت، که شما فرمودین قوم یا مسئله دیگر محبت دارین، اینها هم از برکت دین خداوند تبارک و تعالی است که در نزد خدا همه ادیان الهی همان تسلیم به امر پروردگار عالم و اطاعت و بندگی برای خداست. قوم یا قومیت در حقیقت برای شناخته شدن و شناساندن است و به فرموده پروردگار عالم در قرآن کریم که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه ما انسان ها فرزند آدم و حوا علیهم السلام است. بدون شک طایفه طایفه شدن و قوم قوم شدن و قبیله قبیله شدن، گروه گروه شدن ما برای ارزش های مهم شناختی انسان هست که انسان به مقام واقعی کرامت انسانی توجه بیشتر داشته باشه و خداوند این گونه اراده کرده است که انسان ارزشمند باشد و در سایه شناخت هم دیگر را دوست داشته باشد. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید نه نامت آدمی. پس همه ما یکی هستیم، هیچ قومی بر قومی برتری ندارد. بدون شک کسی نزد پروردگار عالم عزیز است که او با تقوا باشد و تقوا یعنی حرمت خدا را نگه داشتن، حرمت انسانیت را حفظ کردن، حرمت دین خدا را حفظ کردن، حرمت خانواده را حفظ کردن، حرمت برادر و خواهر دینی و کسانی که برادر و خواهر ما در خلقت هستند، عزیزان ما هستند، هم نوعان ما هستند، این را حفظ کردن. این است تقوای الهی. این مطلب محضر شما اصلاحی می‌خواستم عرض بکنم که بنده حقیر اگر این طور شما تلقی میکنید که منتسب هستیم به خانواده پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم، این الطاف الهی است. بدون شک سید کسی است که خدمت گزار قوم باشه، خدمت گزار مردم باشه ان شاء الله تعالی. بنده حقیقی توفیق از خداوند تبارک و تعالی میطلبم. بدون شک مولای متقیان علی علیه السلام که این ایام متعلق است به بزرگ داشت و تجلیل از مقام آن سید بزرگوار، آن آقای بزرگوار که شاگرد و دست پرورده سید المرسلین است، که شخصیتی است که در دامان پرمهر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم علم آموخته و مراتب شناخت و معرفت را کسب کرده و فاضل شده و به جایی رسیده است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم آیاتی را در رابطه با خانواده پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم نازل فرموده که ابن عباس علیه الرحمه
اینها را بیان میکنن، مخصوصا در سوره مبارکه در، که اینها همه کارشان انما نطعمکم لوجه الله، اینها همه چیزشان برای خداست. بله. بدون شک وقتی که از علی مرتضی یاد میشه به عنوان شاگرد و دست پرورده پیغمبر اکرم، به عنوان یک صحابی گرانقدر پیغمبر در کنار همه صحابی پیغمبر، بدون شک ارزشمندی ها و خصوصیات ویژه‌ای که امام علی علیه السلام داره او را ممتاز میسازه، که هم از زبان پیغمبر و هم از زبان اصحاب و یاران و هم امروزه با گذشت تاریخ ما میبینیم که در زبان تحقیقات دانشمندان، اندیشمندان، مخصوصا مستشرقین، میبینیم علی علیه السلام اشخاص مانند جرجرداق مسیحی، مانند سلیمان کتانی، مانند گستاف لابون برای ما طوری معرفی میکنند که گویا ما کمتر به امام علی علیه السلام پرداختیم. این که دشمن امام علی بدون شک دشمن حق و عدالت و آزادی است. بله. بدون شک اگر اولین ترور و خطرناکترین و بغزرنجترین ترور در تاریخ اسلام بعد از رحلت پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم در مورد اصحابش یکی پس از دیگری صورت میگیره، بله. ما میبینیم در مورد امام علی علیه السلام در محراب عبادت، آن هم توسط یک عده‌ای که اینها در حقیقت همیشه شعار دین میدادن، مثل که امروز بعضی شعار دین میدن، بله، توسط خوارج و در بین خوارج به فرموده رسول خدا که فرمود علی جان تو توسط عشق الاولین و الاخرین به شهادت میرسی. یعنی ما شقی داریم، عشقی داریم. شقی کسی است که بسیار واقعا پست است و دل بسیار سنگینه داره، حقایق نمیبینه. عشقا یعنی که به هیچ صورت نمیبینه. و ابن ملجم از کسایی بود که در جنگ جمل در مقابل علی علیه السلام شمشیر زد. ایشان و چند کسی دیگه اینا تصمیم گرفتن که حضرت علی علیه السلام را در کوفه، معاویه ابن ابی سفیان را در شام و عمروس را در مصر به قدر برسانند، مخصوصا در ایام رمضان و شبهای قدر. خب اینها اینطور فکر میکردن که اسلامی را یا قرائتی را که اینها از اسلام دارن درست‌ترین قرائت است، در صورتی که اینها متاسفانه دچار اشتباه بودن. به همین علت است که ما میبینیم متاسفانه وقتی تاریخ مطالعه میکنیم، چون تاریخ و مطالعه تاریخ مخصوصا مطالعه نه تنها بخش نقلی تاریخ بلکه مطالعه تاریخ علمی و فلسفی، یعنی تاریخ بایدها و نبایدها، تاریخ چراها و بله. چگونگیها بله. برای ما نشان میده که جایگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام چگونه بوده و چرا مورد حجم اسلام است. بدون شک مثلا در کتب تاریخی معروف امت اسلامی، در تاریخ طبری، در تاریخ بغدادی، در تاریخ خوارزمی، در تاریخ، در تاریخی که زمخشری نوشته و بسیاری از شخصیت هایی که واقعا منصفانه و درست و حکیمانه تاریخ نگاشتن، بدون شک در تاریخ خیلی مسائل بالا و پایین شده، دستکاری ها شده، اما وقتی که ما میبینیم در تاریخ شهادت امام علی علیه السلام را 21 رمضان قید کردن، بدون شک در تاریخ 19 رمضان، در سحرگاه 19 رمضان، این عشق الاولین و الاخرین، ابن ملجم ملعون این ضربه را در مسجد وارد میکنه، در هنگام نماز وقتی که امام علی علیه السلام سر به سجده داره و بر میداره، در اینجا ضربه وارد میکنه که پیام امام علی علیه السلام در همون لحظه این است: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله و فست و رب الکعبه، خدای بنام تو که من پیرو پیغمبر تو هستم و در راه تو هستم، و فست و رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم. این نشان میده که واقعا امام علی علیه السلام در میدان کارزار، در سجاده عبادت و در دل شب که برای بینوایان، یتیمان، بیوزنان غذا میبره و در امر حکومت که عادل ترین هست و سختگیر ترین هست و در امر خانواده و عزیزانش که مهربان ترین هست، ما میبینیم امام علی علیه السلام یک شخصیت به تمام معنای فرهیخته در دستگاه نبوی صلوات الله علیه و آله و سلم هست. همین است که حسودان و کینه‌ورزان و دشمنان حق و عدالت تحمل علی
و امثال علی را هیچ وقت در تاریخ نخواهند داشت. اما یک چیز من بخواهم برتان بگویم که وقتی که ابن ملجم مسلمان بود، بله مسلمان، خب اینال وقتی که مسلمان بود و می فهمیدنم که حضرت علی دست پروردی حضرت پیامبر اسلام هستند، نه؟ پس چطور اینا تانستن در مقابل پیامبر بزرگ اسلام امید تمرد انجام بتن بکنن و حضرت علی رو به شهادت برسانن؟ و نه تنها حضرت علی، اما تو به می سلسله از چاریار کبار که بگیریم تا حضرت امام حسین که اینا به مرگ طبیعی نرفتن. آیا ای چی دشمنی بودم رای از اینا که اینا یه سر جایداد بود، سر قدرت بود، سر ملکیت بود، سر چوکی بود؟ چی بود که تا به امروز اینا؟ اگر ما بایدها و نبایدهای تاریخ، بله، و علتها را بخوایم بهتر بکاویم و تحقیق بکنیم، واقعا باید بیایم تاریخ یک بار دیگر به تمام معنا مطالعه کنیم، چرا که قرآن کریم به ما تعلیم میدهد لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. این داستان ها در قرآن برای داستان سرایی نیست، چرا که یکی از اهداف این که ما در شب قدر باید بیدار باشیم، نه تنها این که ما نخوابیم، نه، بله، شب قدر تنها برای بیدار ماندن نیست، برای بیدار شدن است. آها. برای این است که ما واقعا هوشیار و بیدار باشیم، بله، در زندگی ذهن ما بیدار باشیم. قرآن کریم هوشیاری و بیداری را برای ما عنایت می‌فرماید. اگر ما واقعا به آیات قرآن کریم نه تنها ما بیایم شرکت کنیم که ما پاره‌هایی از قرآن می‌خوانیم، بدون شک ثواب داره، بدون شک برای ما برکت است، هر آیه خواندن از قرآن در این ماه برابر با ختم کل قرآن کریم است، بدون شک همه عزیزان مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات در سر تا سر عالم، حتی وقتی که ما اوپن هاوس می‌گذاریم در این کشورها، حتی کسانی که عقیده من به دین ما نیستن، وقتی میایین قرآن را میشنون با اون تلاوت زیبا لذت میبرن. خب بدون شک قرآن معجزه‌های معنوی و مادی و میبینیم که معنایی فراوانی را داره برای ما، اما آنچه که مهم است وقتی که ما با آیات دقت میکنیم، خداوند تبارک و تعالی میفرماید دقت کنید، تفکر کنید، عبرت لأولی الالباب، پند بگیرید آنچه در تاریخ اتفاق افتاده. اگه ما تاریخ پیامبران الهی به عنوان شخصیت های ممتاز و برگزیده جامعه بشری از طرف پروردگار عالم ببینیم که انسان ها را به دو اصل مهم دعوت میکنه، یکی خداپرستی، یک اقامه حق. امروز هم بشر به دنبال دو چیز خیلی مهم است، یکی مسئله human rights است، بله، که از او خب تفسیرهای مختلف دموکراسی است و بسیار مسائل دیگه هست. خب یکی دیگه مسئله عدالت است، justice است. خب این دو مسئله خیلی مهم پیغمبران در هر زمانه با توجه به شرایطش طوری برای بشریت در حقیقت تقدیم میکنه که اونقدر مهم است که بشر باید نه تنها تغییری در حال و احوال خود بده، بلکه تغییر مهم میره در حال و احوال اطرافیانش، در خانواده، در جامعه، در اون جامعه ای که زندگی میکنه باید حتما تغییر، چون وقتی که عدالت در جامعه قائم نباشه، هیچ وقت در خانواده پیدا نمیشه. لذا وقتی که ما قرآن میبینیم این داستان ها رو میره در کنارش طاغوت های مانند فرعون ها، مانند نمرود ها، مانند قارون ها، مانند این کسایی که تمرد کردن، یعنی اینها پیروی کردن از شیطان، چرا که شیطان قسم خورد، خدایا قسم به عزتت میخورم، لأغوینهم اجمعین. یعنی وقتی ما قرآن مطالعه میکنیم بارها و بارها در قرآن آمده انه لکم عدو مبین، ای فرزند آدم بدانید که شیطان دشمن آشکار شماست. بله. اما وقتی که عوامل شیطان چیست؟ کبر است، نخوت است، غرور است، خودخواهی هاست، خودشیفتگی هاست، حسادت است، همه این چیزهایی که رذیله است، چیزهایی که ذنب است، یعنی چیزهایی است که به انسان نباید تعلق داشته باشد. ولی زان در ماه مبارک رمضان یکی از چالش های مهم بندگان همین است که اینها را از خود دور بکنه. وقتی که ما اینا را دقت میکنیم فرقی نمیکنه، ابن ملجم که عشق الاولین و الاخرین نام گرفته به فرموده پیغمبر اکرم، یا یزید، یا دستگاه یزید، یا دستگاه ظالم، امروز ما دستگاه ظالم داریم. امروز اگه ما ببینیم در سر تا سر عالم، در همین وطن مظلوم و بخونخونده ای من در افغانستان، در یمن، در سوریه، در همه جای شما ببینین، حتی همین جایی که ما زندگی میکنیم، چقدر ظالمین هستن. خب چقدر کسانی هستن که به دنبال شیطان ها
و شیاطینیت و عوامل پستی و تمرد از راه پروردگار عالم حرکت میکنه. خب مخصوصا در جامعه اسلامی، خب ابن ملجن بیاییم به سوال شما، خب این مسلمان بود، کسی بود که خیلی به اصطلاح عقیده‌مندم بود، به اصطلاح عامیانه پیشانیشم پینه بسته بود از عبادت و سجده، اینها قاریان قرآن بودن، حافظان قرآن بودن، اما متاسفانه چرا اینها فراموش کردن؟ این خیلی سوال مهمی است، چالش مهمی است. اینها از قرآن و از پیغمبر و از سنت رسول خدا جلوتر حرکت کردن. پیغمبری که وقتی وارد مکه میشه صلوات الله علیه و آله و سلم، بلال رحمت الله علیه میفرسته، پیش میفرسته که شما حق ندارید درخت را جای بکنید، به کسانی که پناه آوردن با اونها صدمه ای وارد نباید کنید، دری را نشکنید، بدون اجازه وارد نشوید، با بزرگ سالان احترام بگذارید. خیلی موارد واقعا زیباست که اگر ما میخواهیم به عنوان یک مسلمان دقت بکنیم. امروز شما بین در افغانستان به نام دین، به نام پرچم دین، به نام سنت پیغمبر آدم میکشن، ترور میکنن، خود انتحاری میکنن، اما میگن ما مسلمانیم، میخوایم به خیر دعوت به اسلام بکنیم. اسلامی که به حقیقت دین صلح و سلام و امنیته. اگر من و شمایی که اینجا هستیم، ما و عواملی که الان اینجا محبت میکنن و جامعه ما، همکاران ما، عزیزان ما، با هر کسی که در ارتباط هستیم، اگر کلام ما کلام سالم نباشه، اگر کلام ما سلامت خلق نکنه، واقعا ما چگونه مسلمان هستیم؟ بدون شک ابن ملجم نه تنها بوی از اسلام نبرده، نه تنها هیچ نوع ارتباط معنوی و حقیقی با قرآن و سنت پیغمبر نداشته، بلکه اشق الاولین و الاخرین، یعنی از او سنگدلی پستر است که هیچ نوع خبری از دین ندارد. مثل یک عده از علمای در گذشته ها در زمان امیر حبیب الله خان که مثلا علما بودن، امیر حبیب الله خان و یایی که حتی در زمان پیامبر، ببینین که پیامبر خدا میگن گفته بود که شما، اونا گفته بودن ببخشین که شما وقت عمله میکنین عساکر اسلام که عمله میکرد لشکر اسلام، مالشان چور و زنانشان هم به حساب کنیز می آوردن. و از اون زمان تا زمان امیر حبیب الله خان و زمان مثلا سلطان محمود غزنوی که چورو چپاول کردن و هندستان چقدر لشکر لشکر کشی کردن، و همچنان که در زمان خود پیامبر بزرگ اسلام زنان هم می گفتن کنیز بگیرین، در حال که غلام رها کردن که غلام دیگه نباشه، ولی زن کنیز گرفتن. باز هر کس می تانست بدون نکاح، بدون رضایت با او زن هم بستر و هم خوابه شود. در این زمینه شما چی میگید؟ خب البته از بحث شما فاصله میگیرین کم کم، این بحث نیخو آمد امیر شما گفتین نه که اسلام مثلا دین بسیار صلح و عدالت و ای است. خب سوال ایجاد شد که اینمی موضوع خیلی موضوع چیست؟ زنا کنیز و مالشان هم چور، آیا این پیغمبر خدا گفته؟ خدمت شما عرض شده که بدون شک چیزی که باعث ظلم و تعدی و مقام انسان و انسانیت باشه در دین الهی و در سنت الهی و بدون شک در تعالیم انبیا جایی را نداره. اما ای که ما چنون نگریشی از مطالعه تاریخ باید داشته باشیم، این خیلی مهم است. بدون شک بررسی بردداری ها، بررسی کنیز ها، اینا از مسائل خیلی مهم است. با آمدن اسلام همه این موارد آرام آرام رفع شد، تا جایی که پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم وقتی که در غزوات یک عده اسیر می شدن، پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، چندین نمونه ما داریم با توجه به وقت برنامه، من سعی میکنم مختصرا عرض بکنم، می فرماید اگر کسی از اسیران خواندن و نوشتن می داند و بلد هست، اگر یاد بدهد او اسیر آزاد است. یعنی میخواهد خدا رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم این سیستم بردهداری را و بردکشی انسانها را از بین ببرد. بدون شک افرادی که به عنوان خدمتکار، امروز هم ما خدمتکارهایی را داریم که در خانه های مردم
کار میکنن، زحمت میکشن و اصول انسانیشان باید رعایت شود و حقوقشان باید رعایت شود. بدون شک در اون زمان پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، معصومین اهل بیت گرامیشان و همچنین اصحاب کبارشان، همه و همه به این اصل تأکید داشتن که باید مسائل حقوقی کسانی که به عنوان خدمتکار نزد اونها کار میکنه اینها را باید رعایت بکنه. و آرام آرام ما میبینیم که این سیستم از بین رفت، یعنی در اسلام این بردهداری و این کنیزداری اینها همه از بین رفت. چرا؟ که اسلام بر این عقیده است که انسان موجودی آزاد آفریده شده و انسان دارای عقلانیت و خود ارادیت هست و این دو ویژگی داشتن عقل و انتخاب و اختیار است که به انسان او کرامت ویژه خداوند تبارک و تعالی بخشیده. بدون شک یکی از مسئولیت ها و وظایف مهم پیامبران الهی همین بوده که انسان را به اصل حقیقی آزادیش واقف بسازه. این خیلی اهمیت داره. بدون شک وقتی ما سنت و سیره پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم بررسی میکنیم میبینیم این گونه است. وقتی که ما سیره اهل البیت علیهم السلام بررسی میکنیم میبینیم این گونه است. امام حسن مجتبی علیه السلام نواده بزرگ رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم رد میشن در از یک باغی، میبیند که یک جوانی نشسته است و این جوان گویا خدمت کار یک فرد ثروتمندی است و کار میکنه در کنار باغ نشسته و یک سگی هم در کنارش هست. یک لقمه از این نان خودش میخوره، یک لقمه به این سگ میده یا به اصطلاح عامیانه نان خود تقسیم میکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام می نشینه روی همین زمین با همین شخص، بله، میگه اجازه هست؟ خیلی واقعا عبرت آموز است. وقتی که می نشینه میفرماید که تو چه کار میکنی؟ خب این حیوان است، هم نان خود تقسیم کردی، خب اینا همه برای ما درس است. او شخص، او جوان میگه که من شرم میایم، من حیا میکنم وقتی که من غذا بخورم اما این سگ دو چشمش به طرف دهان من باشه. امام حسن مجتبی علیه السلام میپرسه تو چه کاری در اینجا؟ میگه من غلام این خانواده هستم، کارگرش هستم، خدمتگزار این خانواده هستم، این صاحب باغ هستم. امام لحظاتی میگه صبر کن. میره برمیگرده میگه ای غلام، تو دیگه آزاد هستی، شما ببینید این خاندان کریم هست. به این علت امام حسن مجتبی کریم اهل البیت نام داره. خب به چه خاطر؟ به ارزشمندی این تفکر است که امام حسن مجتبی علیه السلام میخواد درس برای همه بشریت و همه امت اسلامی و امت جدش بدهد. که در حقیقت وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام کار میکنه، اون غلام میگه که چرا این کار کردین؟ میگه که به خاطر این حیایی که در تو هست. و امام حسن مجتبی علیه السلام میگه نه تنها تو آزاد هستی، من این باغم برای تو خریدم، این باغم مال تو باشد. همه فرق اسلامی، شیعه و سنی داستان نقل کرده از امام حسن مجتبی علیه السلام، مخصوصا حاکم نیشابوری در المصدرک. چقدر عالی است واقعا وقتی که ما چنین نگرشی رو میبینیم، وقتی که ما این داستانها را و این حقایق را ما میبینیم، میبینیم که اسلام در طول زمان اینگونه پروریده میشه. اما در نقطه مقابل بدون شک بدخواهان، کینورزان، دشمنان، حسودان، متکبران، کسانی که در مقابل پروردگار عالم قرار میگیره، انواع شبهات ایجاد میکنه، در کنارش انواع غرض‌ورزی ها هست. امروز شما ببینین، اگر ما شما فرمودین مسئله کنیز، اونقدر که به حقوق زن در اسلام توسط پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم اهمیت داده شده، توسط خانواده گرانقدرش، از واجب متحراتش، توسط دختر گرانقدرش بی بی فاطمه و زهرا سیدت نساء العالمین، توسط نواده گرانقدرش حضرت زینب سلام الله علیها اهمیت داده شده در طول تاریخ، که ما میبینیم بسیاری از زنهای موفق، مادرهای موفق، خواهران موفق ما در جامعه اسلامی و جامعه بشری، یعنی قبل از اسلام زن اجازه نداشت. مثلا بیبی خدیجه کبرا خودش تاجر بود، تجارت می‌کرد، بله. بعد از اسلام هم همچنان کارش، بله، ادامه داره، بله. و همچنان
بی بیایش صدیقک میرفت، ولی خب قبل از اسلام هم یعنی بوده، زنان تاجر، زنان که با آمدن اسلام نهادینه تر شده، بهتر شده. بله، ولی یک موضوع را من میخوایم، من این سوالات را که میکنم شما خودتان وارد هستین که من یک کم و بیش میفهمم، اما به خاطر که ذهن همه روشن شوه، همین سوالات که پیش یک عده از مردم ما است امی حل شوه، ما میخواستم برتون بگویم که در قرآن مجید خودم خواندیم که ما کافره بکش و زنش بر پیغمبر، زنانش بر پیغمبر حلال است. او را که اینا غنیمت گرفتن بر پیغمبر خدا گفته شده که حلال است. خب ببینین، شما میگین چطور تعبیر که من قرآن تحلیل دادم و بدون شک ترجمه شدید. بله. یک مسئله ترجمه هست. بله، ترجمه. و یک مسئله است که از او به عنوان فهم قرآن یاد میشه. بدون شک قرآن آیاتی را داره تحت عنوان محکمات که محکم است و مشخص است، و آیاتی هست به عنوان متشابهات. در رابطه با قتال، در رابطه با جنگ و کارزار در اسلام، بدون شک آیاتی است در سوره مبارکه بقره، آل عمران و سایر سور قرآن کریم که در رابطه با نحوه پیکار و نحوه جنگ و کارزار و آنچه که مربوط به دفاع و همچنین جنگ متقابل میشه، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مشخص فرموده. بدون شک ما چنین برداشتی را از قرآن کریم نخواهیم داشت که شما اونها را به اسارت بگیرید و زنهایش بر شما حلال است. بدون شک وقتی که در زمان حضور پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، در غزوات پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم و همچنین غزوات با او کارزارهایی میگه که پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم خودشان حضور داشتن، و اما در بعضی از جنگهایی که خود پیغمبر حضور نداشتن، بدون شک اصحاب گرامی و فرهیختهشان حضور داشتن و اصولی را برای جنگ و کارزار مشخص میکردن. بدون شک در هر جنگی یک عده کشته میشه، یک عده به اسارت گرفته میشه. وقتی که اینها به اسارت گرفته میشه، مگر چطور میشه که بدون رضایت و بدون نکاح به عقد کسی در بیاید؟ بدون شک ما در تاریخ اسلام داریم وقتی که اینها اسیر گرفته میشد، با اون نحوه برخورد زیبا و عالی امت اسلامی مخصوصا در زمان پیغمبر، شما او زمان با این زمانی که مثلا بوکو حرام و النصره و القاعده و طالب میگیرن و هر نوع رذالت و پستی انجام میدن خارج از اسلام، اینا رو مقایسه نکنید. این موضوع خیلی مهم است که در تاریخ اسلام با او خوش رفتاری امت اسلامی، با او رأفت و رحمت پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم، اونها گرویده دین اسلام می شدن، اونها اسلام می آوردن، اکثریت اونها حاضر بودن و علاقمند بودن این پیوند برقرار بسازن، به هیچ مشکلی. ببینین شاهانی که در زمان گذشته بود از ترکیه را که ببینین، نه ترکیه عثمانی و از امی اسلام، شاهان گذشته شک شما ببینین تا زمان امین حبیب‌الله خان، اینا زنا را می آوردن، مردش را می کشتن، زنا را می آوردن امرایشان بدون نکاح، بدون هیچ حق مسلم او پادشاه بود، ولی قاضی و مفتی و عالم و ملا و همگی به دربار بسیار زیاد بود. چرا اینا اعتراض نمی کردن؟ از همون زمان چرا اینا اعتراض نمی کردن؟ و همه امروز چرا اعتراض نمی کنم؟ این علمای ما که اصلا 150 تن است که 500 تن است، نمی فهم چقدر است، چرا امیال نمی گن که تو رئیس جمهور اینی را غلط است، تو رئیس اجرایه اینی را غلط است، تو طالب بر علیت استیم، ما می خیزیم اقدام می کنیم؟ اینا خیلی چه قسم مسلمان هستن؟ بدون شک یادآوری مطالب مهم و موضوعات تاریخی، البته برنامه ما و شما در رابطه با مخصوص شب قدر بود که من متاسف هستم که بخش اصلی برنامه ما خارج میشیم، اما نمیشیم در رابطه با این سوالهای مهم یادآوری مطالب تاریخی، بدون شک وقتی که ما به چون و چراها و بایدها و نبایدهای تاریخ میپردازیم، خب طبیعتاً باید مجال بیشتر داشته باشیم که مورد تفحص و واکاوی کامل قرار بدیم. بدون شک وقتی ما شاهان گذشته یا طاغوت‌ها را بررسی می‌کنیم، کار طاغوت چی هست؟ سرکشی است. بدون شک اولین تمرد
تاغوت ها این است که خدایی نیست، اونها خدا را بنده نبود. متاسفانه اکثریت اینهایی که این اعمال زشت از اونها سر زده شده، حالا در هر نقطه جغرافیایی عالم میخوای باشه، در هر جایی که میخوای باشه، ما نمونه هایی را که خداوند تبارک و تعالی در قرآن یاد آور میشه. شما ببینید اشخاص مثل قارون که بچه کاکا یا شخصیت خیلی نزدیک به حضرت موسی علیه السلام است، چطوری طغیان میکنه که خداوند تبارک و تعالی آنقدر به اون نعمت میده و توسط نعمتش آزمایش میکنه، اما میبینه که او آنقدر سرکش میشه، میگه اینها همه از علم خودم هست، اینها همه از زیرکی و هوشیاری من هست که من این کارو میکنم، هر کاری که دلش میخواد. و هر وقتی که فقرا و نیازمندان مراجعه میکنه، با کمال پستی برای اونها متاسفانه روی برمیگردن، که خداوند تبارک و تعالی در قرآن این وعده داده که تا به همی امروز قارون و گنجش در زمین فرو میره. این حکایت از چی داره؟ این حکایت از این داره که خیلی کسا با مالشان، بعضیا با دانششان سرکشی کردن، بعضیا با قدرتشان سرکشی کردن، بعضیا با جمال و زیبایی های خود سرکشی کردن. اینها مثال داره. مثلا ما اگر واقعا تاریخ مطالعه میکنیم، وقتی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در مقابل کفار و در مقابل مشرکین قریش از قوم خودش قرار میگیره، چطور اونها با پیغمبر رفتار میکنه؟ اما پیغمبر چگونه با اونها رفتار میکنه؟ پس سنت و سیره پیغمبر برای ما ملاک است، اونها برای ما ملاک نیست. خب ما میبینیم در تاریخ خیلی کسا به نام دین و به لباس دین اونقدر خیانت کردن، بله، اونقدر فتنه ایجاد کردن که امروز ما تا امروز متاسفانه ضربات او را متحمل شما میشه. حل کردیم اجازه که اینا مربوط به دین نمیشه. شما فرمودین که چرا این علما بلند نشدن. بدون شک رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم میفرماید در جامعه سه دسته هستن که خیلی تاثیرگذار است. یکی امرا هستن، یکی علما هستن، بله خوب دقت کنید، یکی قضات هستن، بله. این سه دسته خیلی در جامعه تاثیرگذاره. امرا، اگر ما در افغانستان ما، در جامعه مظلوم ما، واقعا مدیرا و آمران امر ما انسانهای شایسته و انسانهای درست و انسانهایی که خدا را حاضر و ناظر می دیدن و انسانهایی که در کار خود واقعا معتقد بودن و اعتماد به خدا می داشتن، امروز افغانستان ما اینه همه دچار بدبختی و اشغال و از هر طرف شما ببینید ضربه می خوره. از هر طرف به خاطر که ما مدیران شایسته نداریم. بله. متاسفانه در بسیاری از موارد اینها اعتماد به خدا ندارند. ایمان یعنی اعتماد به خدا، بله. و روح سالم ندارند. قضات ما خوب دقت کنیم، چرا اینقدر فساد در همین افغانستان ماست؟ جای دور نمیریم، در بسیاری از کشورهای اسلامی است، به خاطر که اینها متاسفانه سرشان به دامان قدرتمندایی است که اینها بنده اونها هستند، نه بنده خدا. بله. بدون شک کسانی که به عنوان عالمان دین هستند، اینها متاسفانه اگر اینها سست عنصر نبودند، اگر اینها ایمان و توکل به خدا می داشتن و حقیقت دین و سنت پیغمبر به مردم اینا تشریح میکردن، آیا وضعیت جامعه دینی ما همی بود؟ امروز چرا جوانای ما دیگه علاقمند به دین نیستن؟ چرا نسل آینده ما از دین دور است، از قرآن و سنت پیغمبر؟ به خاطر بسیار از عملکردهای اشتباهی همین است. متاسفانه امروز از طرف دیگر که همینقدر که مسئولیت امرا، حکما و قضات هست، مسئولیت عموم جامعه است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. امروز نه تنها علما، نه تنها فرهنگیان، نه تنها اقشار فرهیخته و فهمیده جامعه، بلکه عموم جامعه از خرد و کلان، زن و مرد، همه جامعه بشری و جامعه اسلامی در کنارش، همه معتقدند که جامعه باید خودشان سرنوشت خود به دست خود بگیره. یکی از اسرار شب قدر همین است، وقتی که ما بیدار باش هستیم باید دقت کنیم که واقعا ما چگونه در سرنوشت خود دخیل هستیم، ما چگونه در شب قدر هم اعتقاد داریم که خداوند تبارک و تعالی آن چی که از امورات ماست، از خیر و شر، از ازدواج، از موفقیت، از کار، از همه امورات ما برای ما مقدر میکنه، پس تعیین سرنوشت اگر اینطور باشه، پس اختیار ما انسان چی شد؟ اختیار من انسان این است که با عقلانیت خود از گنجینه خیر الهی بردارم. بسیار عالی. یعنی مسئولیت من انسان، او برادر، او خواهر، او عزیز، فرقی نمیکنه، با هر نوع گرایشی که ما داریم و مخصوصا مسلمان و مؤمن، ما واقعا امروز
چه مسئولیتی داریم در قبال سرنوشت خود، خانواده، جامعه و امت اسلام و جامعه بشری. امروز شما ببینید در فلسطین چی حال است. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهایی که تا دیروز دم از حقوق بشر و دم از انسانیت و دم از اخلاق می‌زدن، شما ببینین یک نرس مظلوم و او زن کشته میشه، چرا صدای بکبانا نمیشه؟ بله. امروز شما ببینین که در فلسطین از نظر قوانین بین المللی چقدر اتفاق میفته. در آمریکا امروز شما ببینین که قاعده ها و نظم های بزرگ این جامعه و ملت فرهیخته ای آمریکا زیر پای گذاشته میشه توسط یک دستگاه متاسفانه احمق و نادان که امروز به عنوان دستگاه دیپلماسی در همین آمریکا است. شما ببینین که جامعه به گروگان گرفته میشه در همین سوپر پاور عالم. در کشورهای اسلامی مثل عربستان و جاهای دیگه شما ببین مردم به گروگان گرفته، در صورتی که باید حقوق ملت‌ها اعاده شوه، باید عدالت اجتماعی رعایت شوه، باید به همه سلایق احترام گذاشته شوه. اگر ما به عنوان یک مسلمان و پیرو قرآن و پیغمبر و سنت و سیره رسول خاتم که رسول رحمت است می‌خوایم عمل بکنیم، واقعا باید در این مسائل بسیار بیدار باشیم. شب قدر در حقیقت شبی است که وقتی که ما قرآن به سر می‌گیریم، وقتی که قرآن پیش روی باز میکنیم، وقتی که میگیم سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اول بیایم که از نفس متاسفانه نفسانی و شیطانی خود نجات پیدا بکنیم، بقیه را در حقیقت آرامش بدیم و سپس واقعا بفهمیم که واقعا ما به عنوان یک بنده خدا در روی زمین چی وظیفه داریم. واقعا اگر ما به سخن خدا و هدایت خداوند تبارک و تعالی گوش بدهیم و راه و روش پیغمبر دنبال بکنیم، ما نباید آرامش پیدا بکنیم. پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف پی مردم گرفت و آدم شد. این خیلی اهمیت دارد که واقعا او شاعر توانا فرمود دلا در روزه میهمان خدایی، طعام آسمانی را سزایی. امیر المؤمنین سید الوسین امام علی علیه السلام، آن شخصیت بزرگوار که در میدان کارزار کسی حریفش نیست، اون کسانی که واقعا بزدل بودن و ترسو بودن، بی ایمان بودن، در وقت نماز امام غافل گیر میکنه. خب ببینیم، اما همین شخصیت برای عالم یک حرف دارد. ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال والقدرة والعلم والجمال. ای مردم، ای زنان و مردانی که به دنبال عقلانیت هستید، همه شما را خطاب قرار میده امام علی علیه السلام، از بدمستی مال و قدرت و علم و ثروت و جمال خود بپرهیزید که این هاست انسان را نابود میکنه و همین بدمستی هاست که امروز جامعه اسلامی را نابود کرده. ملت مظلوم افغانستان امروز در بدری و خاک و خون به سر میبره متاسفانه. کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سرزمینهای اسلامی با اون همه ثروت امروز میبینیم فقیر، بدبخت، دچار فساد و اون همه جهالت و تعصب است. امروز جامعه بشری همچنان متاسفانه گروگان قدرتمندانی است که فقط و فقط برای سرمایه خود فکر میکنند و الا هیچ چیز دیگر. یک روز دم از آزادی زن، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق همجنسگرا، حقوق این، حقوق آن، اما وقتی که تغییر بکنند حقوق آن و حقوق دیگر، یعنی این دبل استاندارد و این یک بام صد هوا همیشه هست. اما خداوند تبارک و تعالی می فرمد ای بنده من، چالش تو همین است و همت تو باید همین باشد که در راه روشنایی عقلانیت و با علمیت و درایت در مسیر من خدا، در مسیر قوانین الهی حرکت کن. خانم کوزاد بزرگوار، شما الحمدلله شخصیت فرهیخته است. ما قانون طبیعی و قانون مادی داریم، قانون الهی داریم و قانون ماورای طبیعی داریم. بله. هر سه قانون الهی است. مثلا یک کاغذ خاصیتش است که وقتی ما گوگرد نزدیک میکنیم یا کبریت، او آتش میگیره. همین کاغذ اگر خیس شود، تر شود، دیگه آتش نمیگیره. نمیگیره. اما همین چیزهایی که آتش گرفتنی بود در هیزومی از آتش بود، اما ابراهیم علیه السلام و علی نبینا وقتی که انداختن داخل آتش، آتش نگرفت، گلستان شد. اما مردم ما، امت اسلامی، ای اصل و قاعده ماورای الهیش فراموش کرده متاسفانه و این خیلی اهمیت دارد. متاسفانه امروز در آزمایشگاه های بشری، در علوم تجربیات ما باید خیلی به پیشرفت ها برسیم. لازم هست امروز
شما بین دانش هسته‌ای، دانش اتمی، اس تکنولوژی دیجیتال از همه پیشرفت میکنن، لازم هست برای ما، برای آسایش و آرامش. اما آرامش از این طریق به دست نمیآید. شاید آسایش ایجاد شود، آرامش فقط با یاد خدا به دست میآید. آرامش یعنی خدا را در زندگی حس کردن. خداوند در سوره انعام آیه 54 یک آیه داره برای همه عزیزان که امشب شب قدر است. از همه التماس دعا داریم عزیزان، برای مریض ها، برای گرفتاران، برای اقامه حق و عدالت در سرتاسر عالم، مخصوصا برای امنیت در وطن عزیزمان افغانستان و سرتاسر عالم دعا کنیم عزیزان. ما به عنوان یک مسلمان این آرامش، عدالت، صلح، دموکراسی، حق سرنوشت مردم، حق تعیین سرنوشت مردم در تمام عالم برای همه ابنای بشر می‌خوایم. عزیزان دقت کنیم، خداوند تبارک و تعالی در سوره انعام آیه 54 آیه نازل کرد. شأن نزولش همین است. یکی از اصحاب آمدن نزد پیغمبر، در میانش عمار یاسر هم بود، گفت یا رسول الله ما در گذشته خیلی گناهان زیادی انجام دادیم، ما خیلی پشیمانیم. اینجا بود که رسول خدا قدری فکر کرد. در همین حال جبرائیل امین علیه السلام نازل شد و ای آیه 54 نازل کرد و مضمون این آیه این است که وقتی که یک عده از مؤمنین جاءک الذين يؤمنون بآياتنا، اینها کسانی هستند که به آیات ما ایمان دارن اما گناهکارن، اما خطا کردن، اشتباه کردن. عزیزان امروز بعضیا متاسفانه ناخواسته از روی مد، از روی استایل، از روی همرنگی با جامعه این آن متاسفانه بعضی از نه از روی عناد که در این آیه خیلی مهم است که اگر عناد با خدا نداشته باشیم، اشتباهاتی داشته باشیم، خداوند عالم این گونه بندگانش را مورد لطف و رحمت قرار می میگه به اینها بگوی پیغمبر، به اینها بگوی که اگر اینها برگردن به سمت من، کتب علی نفسه الرحمه، که من خدا بر خود لازم دانستم که رحمت خدا بر اینها نازل کنم. اینقدر خداوند عالم مهربان است. برادران، خواهران، مؤمنین، مسلمانان، انسان ها، کسانی که واقعا صدای حق تعالی را از ورای قرآن خوانده این و شنیده این و کلام الهی را مورد بررسی قرار داده، خداوند اینقدر مهربان است به این شرط که تابه ما واقعا برگردیم به اصل خود، ببینیم واقعا وظیفه ما به عنوان بنده خدا در روی زمین چیست و بدون خود که شناختیم احسن. خدا را خودشناسی، خداشناسی را در پی دارند و بدون شک و اصلح و برای اصلاح حرکت کنیم. اگر بنده حقیر همین قدر که حرف زدم با شما قدر خود اصلاح کنم به مراتب برای ما بهتر است. قدری بتوانم با خانواده و عزیزان خود اصلاحی عمل کنم به مراتب بهتر است. خب هر کدام ما این وظیفه را دارم. اجازه بدین لطف کردین که خب شب قدر گفتین که شب بیداری، شب ازی نیست که ما در گذشته ها برای ما گفته شده بود که شما تا صبح بیدار باشین، دعا کنین که امشب شب قدر است. و خب شب یعنی بیداری است که ما به خود تکان بدهیم، بیدار شویم، در اطراف ما چی میگذره، وظایف ما چیست و خدا از ما چی خواسته. شما منظورتان اینه می بود نه؟ بله. و دیگه ای که خب ما شب قدر گفتیم، اونا بزرگای دین هستن و خداوند هم که خداوند رحمان است. میخوایم یک موضوع رو بگویم سر آل که ماه رمضان است. ببخشید که عرفا یک کمک تیت شد نظر، بس گفتی خودتان من این سوال کردم که نام خدا، من خواستم این خاطر دوستتان دارم نه که شما یک بحر هستین. بدون از اینکه من بر شما یک دو سوال کرد که چی سوال برشان تهیه کردی، من گفتم سوالا رو خبر دارن، من گفتم نه خیر، اونا کسی هستن، شخصیت هستن که آماده هر جواب هستن. مگر ما میخواستم بگویم که شما یک دفعه به تلفن بر ما گفتین آقا صاحب که در مورد فدیه و فطر رمضان، خب فطر رمضان خموندار کلگی میفهمه، اما فدیه، در فدیه گفتم اگر کس نداشته باشه سوال کردم، شما گفتین که 30 روز روزه بگیره، گفتم اگر توانایی روزه گرفتن نداشته باشه، شما چی گفتین؟ به نظرم که یک مقداری به اصطلاح ما و شما غلط فهمی شدن. خب محضر شما رو کنم، سه موضوع شما مطرح فرمودین که خب این سوالای احکام است و الحمدلله همچنان که در سر تا سر عالم همه مساجد و همه مراکز اسلامی و فرهنگی مراسم داره، احکام گفته میشه توسط علمای بزرگوار. بدون شک ما هم در مسجد امام حسین علیه السلام در شهر تیرسی هر روز برنامه داریم، برنامه تلاوت و تفسیر قرآن و احکام و در کنارش قدر صحبت و سخنرانی و افطار و مراسم دعا. یک مطلب تصحیح کنم محضر شما که بدون شک یکی از اعمال شبهای قدر
بیدار بودن هست که ما فرصت داشته باشیم بیشتر به عبادت خوب. بپردازیم، بسیار قرآن خوب. تلاوت کنیم، بنشینیم، دعا کنیم و مخصوصا دعای دست جمعی و همگانی، چرا که پیغمبر فرمود از زبان همدیگر برای همدیگر دعا کنیم. این است یک اصل فرهنگی در مکتب اهل البیت علیهم الصلاه و السلام که همه به همدیگر التماس دعا میگن. بله. بنده التماس دعا از همه دارم برای همه خیرها و خوبیها. و مطلب احکام در رابطه با فدیه، بله. آنچه که در قرآن کریم آمده و آنچه که سنت سیره پیغمبر است و در احکام هست در مذاهب اسلامی، فدیه بر کسی است که توان روزه گرفتن را نداره، مریض هست و از یک سال که در او رمضان است تا سال دیگه توان نداره، ضعیف است، شیخ کبیر است، مشکل داره، اینها به اندازه یک متعام که امروز مثلا با شما که در امریکا زندگی میکنید $5 است، کسایی که در افغانستان است مقدار میشه یک متعام یا یک وعده غذایی بر اونها داده میشه. خب حالا کسی که توان دادن حمیرم نداره، بله. بدون شک وقتی که توانش نداره بر او هیچ نوع فدیه‌ای نیست. نیست. او که توان فدیه دادن نداره، او که توان روزه گرفتن نداره فدیه میده. بدون شک او کسی که توان فدیه دادن هم نداره که او فقیر است، بقیه باید برای او فدیه و فطریه میده. روزام گرفتن هم نمیتونه، هیچ حرجی بر او نیست. اما در رابطه با فطریه، فطریه همان زکات مال ماست که در آخر رمضان ادا میشه، بدون شک در شب عید جدا میشه، حق مستمندان و فقراست. آها. که در حقیقت الان در آمریکا چند است؟ بین 10 تا $15 کسانی که در حقیقت استطاعت دارن، استطاعتی بیشتر دارن، هزو بیشتر که... میتونن، خیلی عالی. خب بله. به اندازه یعنی... هر فرد، برای هر فرد خانواده خورد کردن، حتی مادری که فرزند در بطن داره او را، چرا که چقدر عالی است که خداوند در مال ما حقی برای فقرا قائل است. بله، یعنی ما باید با این روزه گرفتن، یعنی دادالت، به یاد فقرا باشیم، با این روزه گرفتن ها به یاد محرومان و بینوان جامعه ما باشیم. بله. خود $10 فطریه است، $5 فدیه هر روز از کسانی که روزه گرفتن، یعنی در یک ماه $150. نه دیگه، شما زیاد نکنین اون را انشاءالله. خیلی با ببینین چند میشه دیگه. کسی که روزه نمیگیره به اندازه روزایی که روزه نگرفته، بله. نتوانسته، بر او حرج بوده، مریض بوده و عذر داشته، روز $5 که او میشه جدا، حالا 150 میشه بیشتر. آه. کم او جداست. فطریه نفر $15 است. بله. هر خانواده به تعداد افراد فامیل ان شاء الله. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر. با امیدوار هستم که مطلب آخر محضر شما عرض میکنم. از همه عزیزان التماس دعا دارم، عزیزان این شبهای باقی مانده به فرموده رسول خدا که همه ما مهمان سفره آسمانی پروردگار عالم هستیم، اگر واقعا قدر دقت کنیم در همین سوره قدر همه قدرها و قدرشناسی ها نهفته است. اگر ما به قرآن نزدیک شویم و اهل قرآن باشیم و پیروی از قرآن داشته باشیم و پیامبرمان را بشناسیم و پیروی از پیغمبرمان بکنیم و اهل بیت گرامیش را بشناسیم، باور کنید که همش سلام و سلامت و خیر و برکت و نعمات و موفقیت نصیب همگان خواهد شد. از همه شما عزیزان التماس دارم. قدر یعنی قدرشناسی، شب قدر یعنی شبهای قدرشناسی، شبی که شما یک شب، یک شب از نظر فضیلت در عمل بالاتر از 1000 ماست، بالاتر از 83 سال عمر آدمی است، یعنی که این شب است. هر شبی که ما نمیدانیم، پیغمبر فرمود شبهای دهه آخر از 19 رمضان تا آخر رمضان. عزیزان ما نمیدانیم شب قدر چه شبی است، یعنی اهمیت ویژه‌ای دارد که ممکن است یکی از این شب‌ها شب قدر باشد. خیلی تاکید شده شب 19 21 23 25 27 29 و شب عید. اما اون چیزی که مهم است این است که ما واقعا بیایم ببینیم که چرا اهمیت دارد، چرا اینقدر فضیلت دارد که فضیلت یک شب بالاتر از 83 سال عمر آدمی است، یعنی لیلة القدر خیر من الف شهر. این به خاطر تفکر در همین شب است، به خاطری که ما تغییری در اوضاع و احوال خود بیاریم. بسیار زیاد تشکر. ما از جناب شما، از جناب دکتر سید جواد سجادی، عالم جهد ما، ببخشید دیگه که
آهسته آهسته زبان لکنت میکنه. عالم جهد ما سپاسگزار هستیم که شما شنیدین، افسوس وقت ما کم بود که چقدر صحبت‌های جالب و عالمانه داشتن و واقعا که لذت میبره هر شخصی از شنیدن این صحبت‌ها. من خودم شخصا به نهایت دوستشان دارم و احترامشان دارم و همچنان من بایست بگویم که آریانو سویتز در این شب و روزهای عید برای شما بسیار مواد تازه، مثلا از شیرنی باب، از کلچه باب، از مغزیات که من مختصر براتون میگم که بسیار میز شما را رنگین میسازه و بر عزت مهمانان عزیز شما میافزاید. لطفاً با آریانا سویتز مراجعه کنید و از مواد تازه و آلا و خوشمزه و خوشعطرشان در عید و غیر از عیدتان استفاده کنید که بسیار خوب و خوشمزه و صحی است و با کوالیتی بسیار خوب. و همچنان از عظیم جان عظیمی، دوست نازنین و مهربان ما، به نهایت سپاسگزار هستم که امروز با ما تا این دم بودم و از شیرین خانم در استودیوی مرکزی سپاس میکنم. بسیار زیاد تشکر از شما، توجه شما بینندگان ارجمند و گرامی و هم میهنان روزه داریم. خدا نگهدار، تا دیدار. تشکر. خواهش میکنم. موفق.